با درود خدمت همراهان عزیز در خدمت شما هستیم با چند خبر مهم در لحظات پیش رو در ابتدا به تداوم اعتراضات و سرکوب در 36مین شب خیزش ایرانیان میپردازیم در بخش بعدی به انتشار اسناد هستی ایران در اینترنت توسط گروه هکری بلک ریوارد خواهیم پرداخت و در انتها به تهدید مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان توسط سپاه پاسداران می پردازیم. پس تا انتها با ما همراه باشید. دوستان عزیز، تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدند. اگه محتوای ما رو میپسندید، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید. سی و شب تظاهرات ضد حکومتی مردم ایران همزمان با برگزاری تجمع بزرگ ایرانیان در برلین شاهد تداوم اعتراضات در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، سنندج، مریوان، مهاباد، بوکان، تنکابون، عراک، مشهد، بندراباس و دزفول بود. مترزان شامگاه در مناطق مختلف تهران از جمله نارمک، تهران پارس، نازیاباد، متروی شریعتی و در بازار چراغ برق پایتخت تظاهرات کرده و علیه سران رژیم جمهوری اسلامی فریاد مرگ بر دیکتاتور شعار دادند. معترضان در شهر سنندج مرکز استان کردستان نیز در منطقه بهاران این شهر با برافروختن آتش و ایجاد راهبندان به اعتراضات و ابراز خشم و انزجار خود علیه رژیم جمهوری اسلامی ادامه دادند. <applause> 你们！俺们。 جوانان منطقه کمربندی 25 سنندج با برافروختن آتش در خیابانها و سر دادن شعارهای علیه سران جمهوری اسلامی و عوامل نفوذی و ماشین سرکوب رژیم خواستار سرنگونی نظام شدند. در یکی از محله های مریوان، معترضان با آتش زدن لاستیک خودروها و ایجاد راهبندان در خیابانها مانع از تحرکات نیروهای امنیتی در سطح شهر شده و به اعتراضات شبانه خود و شعار علیه سران رژیم جمهوری اسلامی ادامه دادند. مردم معترض مهابا در استان آذربایجان غربی نیز شامگاه برخی خیابانها و میدان نبوت این شهر را در روی روی با ماموران امنیتی و نیروهای سرکوب رژیم جمهوری اسلامی به تسخیر خود درآوردند. <applause> در شهرستان بوکان از توابع آذربایجان غربی نیز معترضان با ایجاد راهبندان ترافیک و بوق زدنهای ممتعد به استبداد رژیم جمهوری اسلامی اعتراض کرده و خواستار سرنگونی علی خامنه ای شدند. بوکان از کردستان تا تبریز از تبریز تا مشهد از مشهد تا سیستان از سیستان تا بندر از بندر تا ایلام جانم فدای ایران و پایان سلام کن دیکتاتور آینده ایران و ایرانی ماموران امنیتی و نیروهای سرکوب رژیم جمهوری اسلامی شامگاه با هدف ایجاد روب و وحشت و جلوگیری از تشکیل هسته های اعتراضی به سوی مردم در شهر عراق در استان مرکزی تیراندازی کردند. در مشهد نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی با حمله به تظاهر کنندگان و ضمن ضرب و شتم شهروندان معترض تعدادی از معترضان را بازداشت کردند. در شهر تونکابون در استان مازندران شامگاه جوانان معترض در واکنش به سرکوب خشونت اعتراضات توسط ماموران امنیتی رژیم یک کانکس نیروی انتظامی را در میدان مرکزی این شهر تخریب کردند. م... امنیتی و نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی شامگاه به سوی مردم معترض در شهر دسوول در استان خوزستان که با فریادهای مرگ بر دیکتاتور خیابانهای این شهر را به تسخیر خود درآورده بودند حمله کرده و به طور مستقیم به سمت معترضان تیراندازی و گاز اشکاور شلیک کردند

نیروهای امنیتی رژیم همچنین به مردم معترض در بندر کنگ از توابع استان هرمزگان که در همبستگی با خیزش سراسری ایرانیان در خیابانها تجمع و تظاهرات کرده بودند حمله ور شده و شماری از معترزان را مورد ضرب و شتم قرار دادند در شهر داراب استان فارس نیز جوانان معترض بنر حاوی تصاویر سران و نمادهای رژیم جمهوری اسلامی از جمله خامنه ای رئیسی قاسم سلیمانی را به آتش کشیدند درود به ملت غیور ایران امروز در آغاز آبان ماه 1401 در یکی از شهرستان های استان فارس که هیچ نوع از مردمی در آن شکل نگرفته است ما تصویر این تروریستان و پیروان همراه آنها را به آتش می به امید آزادی ایران مرگ بر دیکتاتور گروه هکری بلاک ریوارد 50 گیگابایت اسناد شرکت توسعه انرژی اتمی ایران را منتشر کرد. گروه هکری بلاک ریوارد یک روز بعد از ضرب العجل خود به مقامات ایران برای آزاد کردن زندانیان اعتراضات اخیر 50 گیگابایت از اسناد شرکت توسعه انرژی اتمی ایران را منتشر کرد. این گروه هکری روز جمعه 29 مهر ماه با ارسال ایمیلی به شرکت توسعه انرژی اتمی ایران که نسخه از آن را در صفحه تلگرام خود منتشر کرده بود به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که در صورت عدم آزادی زندانیان اعتراضات اخیر طی 24 ساعت اقدام به انتشار اسنادی خواهد کرد که در جریان حک سایت شرکت توسعه انرژی اتمی به دست آورده است گروه هکری بلک ریوارد در پایان فرصت یک روزه با انتشار پیام تلگرامی جدیدی 50 گیگابایت از اسناد هک شده این شرکت از جمله اسناد قراردادها پرداخت دست و ایمیل های رسمی را منتشر کرد این گروه هکری 324 این باکس را با هشتگ محسا امینی و با شعار برای زن زندگی آزادی برای دانلود عموم در صفحه توییتری خود قرار داده است بلک ریوارد هفته گذشته نیز اعلام کرد ایمیل مدیران و کارمندان شبکه خبری پرس تی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی را هک کرده و به اطلاعات شخصی آنها دست یافته است گروه هکری ایرانی خطاب به تمام کارکنان پرستیوی تی خودتان را این روزها به چه قیمتی می فروشید؟ با همان نرخ سابق با شما حساب می کنند؟ بترسید از فردا قبل از آن که خیلی دیر شود. بلک ریوارد سپس ایمیل های کارمندان و مدیران پرستیوی را منتشر کرد. این گروه هکری که به گفته خود بخشی از جامعه هکرهای ایرانی است و برای مقابله با رژیم آخوندی فعالیت می کند از خبرنگاران پرستیوی خواست که صدای مردم باشند. پیشتر بلک ریوارد ایمیل های کارکنان دانشگاه الزهرا و ساز زمان پزشکی قانونی را نیز حک کرده و از آنان خواسته بود که با معترضان هم صدا شوند این گروه وبسایت برخی دیگر از دانشگاه ها و اداره های حکومتی مثل بنیاد مسکن را نیز حک کرده بودند همچنین بلک ریوارد همراه با گروه هکری تپندگان با حک کردن سامانه های ارسال پیامک میلیون ها پیام فراخوان برای شرکت در تجمع های اعتراضی به مردم ارسال کرده بود سپاه پاسداران مولوی عبدالحمید را تهدید کرد سپاه پاسداران در واکنش به سخنان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان مبنی بر مسئول بودن رهبر جمهوری اسلامی در سرکوب خونین زاهدان او را تهدید کرد. کانال تلگرامی اخبار سپاه قدس با انتشار پیامی نوشت آقای عبدالحمید تشویق جوانان و هیجانی کردن آنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ممکن است برایتان گران تمام شود این آخرین هشدار است همزمان مجید احمدی معاون امنیتی وزارت کشور اظهارات مولوی عبدالحمید را تحریک آمیز خواند و مدعی شد که بعد از خطبه های او حدود 150 نفر از عرازل و اوباش با سوء استفاده از صحبت های او به اموال مردم خودروهای شخصی مغازه های مردم و به اموال اهل سنت حمله کردند مولوی عبدالحمید در خطبه های نماز جمعه 29 مهر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن معترضان در زاهدان در هشتم مهر ماه الله توی خیابان بدون هیچ دلیل به قاتل رسیدن کشته شدن بسیاری از اینها تیر به سر و سینه خوردن چه کسی اینها را به قتل رسونده به چه جرمی به ای من قتل هد به چه جرمی اینها به قتل رسیدن مسئولان مدیران کشور و رہبری جمہوری اسلامی کدھر ہم ہی نہیں روح مسلط فرمانی سونا بلاقرام ہم مشہور پیش خدا تعالی اس کسی نے بھی تو نہیں مسئولیت خالی بکنه. بر اساس برخی گزارش نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم بیش از 90 نفر از معترضان بعد از نماز جمعه هشتم مهر زاهدان را کشته اند. آقای عبدالحمید تاکید کرد مسئولان و مدیران کشور و رهبر جمهوری اسلامی که تمامی نیروهای مسلح تحت فرمان ایشان هستند همه مسئولند و هیچ کس نمی از این مسئولیت شانه خالی کند. امام جمعه اهل سنت زاهدان تاکید کرده که چنین حادثه ای در نوع خودش در هیچ کجای ایران سابقه ندارد این روحانی شاخص اهل سنت همچنین سخنان مقامات حکومت درباره مسلح بودن معترضان را رد کرده و گفته بود به چه دلیلی دو ساعت مردم را به گلوله بسته اید اینجا یک مامور هم کشته نشده و این دلیلی بران است که مردم سلاحی با خود نداشتند روز 29 مهر مردم معترض در زاهدان بار دیگر به خیابان ها آمدند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند احمد تاهری فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت که 57 نفر از معترضان در این روز بازداشت شده و شناسایی و بازداشت افراد دیگر هم ادامه دارد. از همراهی شما عزیزان سپاس گذاریم به امید روزهای خوب در سایه آزادی ملت ایران خدا نگهدارتان.